هنرمندان و تعداد زیادی از ساکنان بادغیس در اینجا گرد هم آمدند و به پیشواز از 100مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان جشن ترتیب داده و از آن تجلیل میکنند. ساکنان این ولایت تجلیل از روز استقلال کشور را بهانه خوبی برای خوشی و همچنان اتحاد و همدلی میان مردم عنوان میکنند. ظاهرا ساکنان بادغیس این روزها غم و غصه ها را کنار گذاشته و شادمانی را میتوان در چهره هایشان دید. اگر چه استقلال ما در این اواخر خدشه‌دار شده و ما به اثر وابستگی‌های اقتصادی متاسفانه یک مقدار دچار تشتت در امر استقلال و آزادی بیرونی و بیرون مرزی و بین المللی خود هستیم، ولی در کل حکومت ما یک حکومت مستقل و حکومت مشروعی هست و مشروعیت سیاسی که داره حاکمیت سیاسی در درون قلمرو به ما استقلال گوشزد میکنه و این امر بسیار امر خوب و خوشایندی است. احساس بسیار خوشی میکنم که برای اولین بار همچون محافل یعنی یک جشن استقلال به صورت خوب و همینطور شاندار تجلیل میشه و سپاسگزاری فراوان دارم از جناب رئیس جمهور که 100 سالگی جشن استرداد استقلال کشورمون با همچو ترتیبات و با همچو شان خوبی برگزار کردن. در این حال مقام های محلی بادغیس از تدابیر شدید امنیتی و دیگر آمادگی های لازم برای تجلیل از روز استقلال کشور که قرار است فردا برگزار شود اطمینان میدهند. عبدالغفور ملکزی والی این ولایت میگوید که تدابیر شدید امنیتی در نقاط مختلف این شهر از سوی نیروهای امنیتی اتخاذ شده تا به گونه خاصی از این روز تجلیل شود. سرنگا چه نیکونا پلارون از منگا ساسه پیا شمشیر او پیا توپک چخمخ بانده امپراتوران دره دفعه خپل اقوت شکست ورکو اخپل آزادی اخپل اخپل واکی ترلاسه کرده. مانگا و تاسه تا فرض دی فرض است با ما با وارسین یمو نیکان ما شما حق است که و ای آزادی و ای استقلال خود را باید محافظت نماییم. از چند روز به این طرف ولایت بادغیس به بهانه تجلیل از 100مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان رنگ دیگری را به خود گرفته است. قرار است فردا دوشنبه از 28 اسد یا روز استرداد استقلال افغانستان به گونه‌ای متفاوت نسبت به سالهای گذشته با حضور مقام‌های محلی و همچنان ساکنان این ولایت تجلیل به عمل آید.